سلام دوستان، بیایید اولین ویدیوی 2021 رو خیلی آروم شروع کنیم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه، کنار خانواده هاتون سلام و سلامت و پر انرژی باشید. این اینترویی که دیدید اینتروی جدیده برای سال 2021 که دیگه اون قبلی رو نمیذاریم، اون مال 2020 بود. سینماتوگرافی و ادیت موزیکش که مثل همیشه با برادر محمد بوده. اون هلیشاتی هم که دیدید هم کار امیررضاست، یا همون سارس. الو، سلام امیر، خوبی؟ سلامتی؟ آقا یه سوال خیلی سریع، سارس درسته یا سارس؟ سارس درسته. البته از نظر من سارس درسته، ولی خب میگه سارس درسته، حتما سارس درسته دیگه. نه با کسی حرف نمیزنم. نه با کسی اینجا نیست، بشنوی ایشکی نیست، صدا کسی نمیاد. نه با کسی حرف نمیزنم، با خودت. نه گوشم با تو، بگو. آها کلیپه، آره همین هفته ایشالله بریم برای ضبط دیگه، یه قراری میذاریم میریم ضبط ایشالله. این کلیپه رو تقریبا 3 هفته است که میخوایم بریم ضبط کنیم، ولی یا من نمیتونم یا اون نمیتونه یا داداشم نمیتونه، اصلا نمیشه کلا، نمیدونم چرا. جونم، نه بابا با دوربین چلو برات جور دوربین، من با تلفن حرف بزدم. نه بابا جلو دور میمید، چرا باید با تلفن حرف بزنم؟ نه بابا خیالت راحت. نه آره باشی پس من هم هنگ کنم بود، کار نداری؟ خیالت شم، قربونت، خدافز. چجوری فهمید جلو دور بینم؟ توی ویدیو امروز میخوام خیلی سریع یه نکته رو بگم که میتونه بهمون کمک کنه توی اصلاح رنگ تصاویر به صورت اتوماتیک، اونم توی پریمیر. مثلا فرض کنید یه قسمتی از ویدیو رو ما قبلا اصلاح رنگش کردیم، حالا میخوایم یه قسمت دیگه ای از ویدیو رو رنگش رو مثل همون تیکه اول بکنیم که با هم دیگه هماهنگ باشه. در حالت عادی میریم و با یه عالمه بدبختی یکی یکی تنظیمات رو انجام میدیم تا رنگ ها مثل هم بشه. ولی یک امکانی توی پریمیر وجود داره که میتونید ازش استفاده خیلی جالبی بکنید. بنابراین میپریم توی کامپیوتر. خب همونطور که میبینید ما دو تا ویدیو داریم، یکی این که میبینید اصلاح رنگ شده و دیگری این ویدیو که اصلاح رنگ نشده. ویدیویی که میخوایم اصلاح رنگ بشه رو انتخابش میکنیم و از طریق اون منوی اون بالا گزینه کالر رو انتخاب میکنیم. سمت راست برامون لامتر کالر باز میشه. اگر که براتون باز نشده برید از منوی بالا و ویندو اینهاش اینجاست، تیکشو بزنید فعال میشه، میاد اون گوشه سمت راست، میتونید ازش استفاده کنید. از بین گزینه‌هایی که وجود داره color wheels and match رو انتخاب میکنیم و گزینه comparison view رو میزنیم، برامون یه همچین پنجره‌ای به این شکل باز خواهد شد. مرحله بعدی اینه که این لغزونکه رو بکشونیم روی همون فریمی که میخوایم رنگو ازش بگیریم و اعمالش کنیم روی این یکی تصویر. پس میریم سراغ اون که میخوایم ازش رنگو بگیریم و اعمال کنیم روی این تصویر. وقتی که فریم مورد نظرمون رو توی کل ویدیو پیدا کردیم، از این گزینه اپلای مچ استفاده میکنیم و تبریک میگم، کارمون انجام شد. یه استفاده خیلی جالبی که این نرم افزار میتونه برای ما داشته باشه اینه که مثلا فرض کنید یه عکسی رو توی اینستاگرام میبینید و خیلی از رنگ و لعابش و اصلاح رنگ و اینهاش خیلی خوشتون اومده. کاری که میکنید اینه که یه اسکرین شات میگیرید، میاریدش توی پریمیر و ویدیویی که دلتون میخواد رنگش مثل اون عکس بشه رو با این روش رنگش رو مثل اون عکس میکنه. خیلی خب، منم از این، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. فالو، لایک، کامنت، شیر، سیو فراموشتون نشه. حسن آبادی با یه ویدیوی دیگه برمیگرده و مثل همیشه چکرم. یا علی.